یکی از چیزایی که در جراحی های کاسه چشم مهمه اینه که حتما به فردی مراجعه کنین که تخصص اون رشته رو داشته باشه. ببینین این خانم اگر ملاحظه فرمایید دست من نگاه کنین، ایشون 3 بار تحت جراحی افتادگی پلک قرار گرفتن. روبرو نگاه کنید دست منو، این چشمشون اینجاست، در حالی که چشم مقابلشون کاملا پایینه. ملاحظه فرمایید ما الان اینجا حساب کنیم خط افقی رسم کنیم، حداقل 1 سانتی متر این چشمشون، ملاحظه فرمایید اینجا دست منو ببینید پایین هستش. ملاحظه فرمایید ببین چقدر تومور بزرگی داره، چشمو کامل رونده به سمت پایین. تو اینجا بهتره اینجا خط افقی که میبینین، من یه بار دیگه اینجا نشون بدم، این خطی که شما اینجا میبینیم این چشم هستش، رونده شده پایین و چشم ما میگیم ایندنت کرده یا فلت کرده. در تمام مقاطع دیده میشه یه تومور خیلی بزرگی که اینجا داخل استخونم چیه؟ اکسکویشن ایجاد کرده. پس یادم باشه که اول اگر بخواید ایشون افتادگی پلک هم داشته باشه، اول کاسه چشمش این تومورش باید برداشته شه، چشم باید بیاد بالا. الان نگاه کنین در اینجا اگر ملاحظه فهمه اینجا چربی کاسه چشم هست، ولی این انقدر چشم رونده شده به سمت پایین که کف کاسه چشم اومده پایین. ما علاوه بر این که باید این تومور رو برداریم، کف کاسه چشم هم باید پروتز بذاریم، برونیم چشم رو به سمت بالا، دوتا چشم در یه راستا بگیرم، بعد بیام افتادگی پلکشو جمع کنم.